در خوجند برای بدر کردن حجاب مسلم زنها 21 گروه تشکیل شده است. وضعیت مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی در روسیه. در تاجیکستان با تشبث اداره آید به کارهای زنان و اویله ولایت سوغد 21 گروه تشکیل شده است. مقصد اساسی تشکیل چنین گروه مبارزه بر ضد حجاب و پنداری غلط را پهن کردن که گویا حجاب فرهنگی بیگانگان است. با گروه زیرین نمایندگان ساحه معارف، وزارت تندرستی، کمیته دین، تشکیلات جوانان، فعالان حرکت زنان، کارمندان حفظ حقوق و کمیته آید به کارهای ورزش داخل شدند. با مفکوره اونها ضرر می رسانند. در این خصوص کمیته آید به کارهای زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داد. رئیس کمیته آید به کارهای زنان و اویله در ولایت سوغد، نادیره میرزازاده، فعالان این گروه را وظیفه دار کرده است که تبلیغات کشیدن حجاب و ستر را در بین زنان شهر خوجند با بهانه آن که حجاب گویا به مردم تاجیکستان بیگانه می باشد، پرزور نمایند. اعضایان این گروه همه محله های شهر خوجند، مرکز های سودا، تندرستی، کارخانه های دوزندگی، مکتب ها، باغچه های کودکانه، طربخانه ها و بازارهای شهر را نیز زیارت می کنند. باید قید نمود که 10 عصر زیاد است لباس یگانه زنان این منطقه حجاب به حساب می رود و رژیم بی حیا و دروغگوی رحمان شرم نداشته می گوید که گویا دین اسلام و حجاب به ساکنان این منطقه بیگانه می باشد. فهمونین اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوی میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی است. یادرست میکنیم که این عمل رژیم رحمان دفعه یکم نیست که مردم را از دین خود دور کردن است. لباس های بیگانه در بعضی شهر نایای مملکت نیست و یک روندی تشویش آور تبدیل یافته است، مخصوصا در شهر ایلاوه بر این قوه فشاراری بعضنان قسم شمالی تاجیکستان برای کشیدن حجاب و ستر نسبت قسم جنوبی تاجیکستان پرزورتر می باشد. مشاهدان قید میکنند که افکار عامه گوناگون در منطقه های زیرین گوناگونی مناسبت را از طرف رژیم معنی داد میکند. بنابراین اگر مردم بخواهد با حمله های سکولاریستی حکومت داران ردیه دهد، باید فوراً نسبت همه نمودی بدرکنی و بی‌ناموس گردانیدن زنان تاجیکستان اعتراض کنند. مرکز مشورتی حمایه حقوق مدد معروضه را تحت سرلوحه مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی را در روسیه با بهانه مبارزه علیه تروریسم تعقیب می نمایند، نشر نموده است. مؤلف معروضه دیرکتر مرکز و اعضای مرکز حمایه حقوق مموریال بهرام همرایف می باشد. در معروضه دلیل های زیادی آورده شده است که وقت های آخر نمایندگان از آسیای مرکزی قربانیان خدمات های قدرتی روسیه شده استاده است. خدمات های مخصوصی روسیه تحت شعار مبارزه علیه تروریسم نسبت شهروندان بیچاره کشورهای آسیای مرکزی مطلق خودسری کرده استادند. بنابراین ده ها مهاجران با عیب های بافته شده در زندان های روسیه قرار گرفتند. اینچنین در معروضه مسئله غیر قانونی بازداد کردن شهروندان آسیای مرکزی که در کافت و کاو قرار دارند از جانب روسیه به حکومتداران این شهروندان افاده خود را یافته است. انسان های بیگناه را کرمل به دست حکم روایان جلاد می سپارد. خبرنگار پورتال اطلاعاتی خبرها با مؤلف معروضه بهرام همرایف طریق تلفن به تماس برآمده برای دادن شرح و ایضاح آید این مسئله راضی شده است. سبب اساسی بافته شدن پرونده های جنایی در آن است که از طرف حکومت داران نبودن حمایه می باشد، می گوید حمایتگری حقوق. مهاجران مسلمان حمایه کرده نمی شوند، حتی در قلمرو روسیه نیز آنها را کسی حمایه نمی کند. الحال مسلمانان حاکمی ندارند که واقعا آنها را به حمایه خود گیرد. در نزد حکومت روسیه وظیفه معینی هست که آن مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم می باشد.
از این لحاظ مهاجران مهنتی از آسیا مرکزی به حمایت را عیناً در این وظیفه رول قربان شدگان را اجرا می کند. عملیاتی ترکیش در متروی سنگ پیتربورگ در یک قطار کشورهای روسیه مهاجران مهنتی را دستگیر نمودند. همه این پرونده های جنایی بافته شده نسبت مهاجران مسلمان ساختگی و از روی نقشه اجرا شدنش را نمایان میکند. راهی یگانه حل این معمای مهاجران در بازی های سیاسی کشور روسیه در آن است که باید متحد گشته حقوق های یکدیگر را یک جای حمایت کردند. متشکلی مهاجران و مسلمانان روسیه در درون جامعه می باشد. ابراز نمود بهرام همرایف. اینچنین دیرکتوری مرکز میگوید که از طرف خدمات های مخصوص روسیه نه فقط تعقیب کنی مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی بلکه کشورهای مسلمان نشینی خود نیز به این گرفتار میشوند.